ماه مای یا می سال 2011 میلادی. در برنامه امروز گفتگو میکنیم با خانم آذر ماجدی از فعالین اپوزیسیون چپ خارج از کشور و به ویژه از فعالین احقاق حقوق زنان. آقای خانم ماجدی با درود به شما و سپاس به خاطر پذیرش این گفتگو و تبریک که اول ماه می و روز جهانی کارگر به ویژه زنان کارگر. خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان عزیز رادیوتون خوش. من هم روز جهانی کارگر رو به همه شنوندگان شما و خود شما تبریک میگم. خانم ماجدی، زنان در جمهوری اسلامی جزو محرومترین گروه های اجتماعی محسوب میشوند. یقینا زنان کارگر نیز علاوه بر ستم اجتماعی از تبعیض مضاعف در محیط کار نیز رنج میبرد. مدتی که از آن شور و شوق و فعالیت های همه جانبی زنان هم کمتر خبری میشنوید. عنوان یکی از فعالین حقوق زنان برای شنوندگان ما وضعیت زن امروز در جمهوری اسلامی رو چگونه تعریف میکنید؟ اینکه اکنون به این اشاره کردید که شاید توی جامعه ما کمتر اون جنب و جوشی رو که فرضاً 2 سال پیش شاهد بودیم میبینیم، به نظر من توضیح خیلی روشنی داره. جمهوری اسلامی سرکوب خیلی خشنی رو پیش گرفت و کهریزک، شکنجه، بسیاری از تعدادی از زندانیان حتی دست به خودکشی زدن تو زندان به خاطر شرایط فجیعی که تحت اون قرار داشتن. به این دلیل خب یه مقداری تحرکات جنبش های اجتماعی، تحرکات مردم کمتر میشه. از اون طرف به طور واقعی مسئله تشکل مطرح هست توی جامعه. شما نمیتونید تکی یا فقط یه گروه کوچک بیاید در مقابل یه همچین رژیمی بایستید. احتیاج به تشکل دارید. تشکل‌های من اینجا حتی دارم راجع به تشکل‌های خود مردم، نه تشکلات حزبی که اون هم بسیار ضروریه، بلکه تشکلاتی که ما بهش میگیم تشکلات توده‌ای، یعنی تشکلاتی که مردم تو محله، تو کارخونه، تو دانشگاه، تو مدرسه ایجاد میکنن یا جوونا دور هم جمع میشن تشکل دارن. وضعیت زنان تا اونجایی که به سیستم برمیگرده، به نظام برمیگرده، وقتی به نظام اسلامی نگاه میکنین یکی از بدترین توی تمام دنیاست. ولی وقتی که به تحرک خود زنان نگاه میکنید یا جنبش حقوق زن، من دوست ندارم فقط بگم زنان، چون تو جامعه ایران اتفاقا یکی از اون جوامعی هست که مردان، به خصوص مردان جوان، شریک هستن، سهیم هستن توی جنبش حقوق زن. وقتی به اون وجه نگاه میکنید یکی از بهترینه تو دنیا و این بهترین و بدترین در تقابل هم که قرار گرفتن یه توازن قوای رو که ایجاد کردن که علارغم تمام قوانین و اون شکل فرمال سرکوب زن، ما موقعیتی رو از زنان میبینیم که فرضاً تو بسیاری از کشورهای منطقه حتی شاهدش نیستید. یعنی جنبش حقوق زن، جنبش آزادی زن تونسته یک شرایطی رو به زور توازن و قوا به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه. فرضاً 60% از دانشجوها دختر هستم. این رو بعضن جریانات راست میذارن جلوی شما، میگن نگاه کنید وضع زنان اونقدرم که شما میگید بد نیست تو جامعه ایران. این به خاطر جمهوری اسلامی نیست، این به خاطر وجود یک جنبش وسیع، عظیم و توده زنان توی جامعه هست که تونستن خودشون رو اینطوری به یک همچین رژیم ضد زن و زن ستیزی تحمیل کنن. یا لباس پوشیدنشون علارغم حجاب اجباری و اخیراً مسئله حتی سر کردن چادر تو دانشگاه ها، شما لباس پوشیدن زنان ایرانی رو که میبینید بعضا متوجه نمیشید که این توی جامعه اسلامی دارن، جامعه دولتش اسلامیه ببخشید، دارن زندگی میکنن. در نتیجه باید به دو سوی موقعیت نگاه کرد و موقعیت زنان رو تحلیل کرد و سنجید، نه اونچنان که بعضی ها فقط یه طرف رو نگاه میکنن در نتیجه تمام خوبی ها رو فرضاً میریزن تو جیب جمهوری اسلامی. همچین شرایطی تو جامعه ایران نیست. دانشگاه قم اعلام کرده که دانشجویان دختر
نظری داره و چگونه میشه با چنین پدیده‌هایی مبارزه کرد؟ ما قطعا همیشه اعلام کردیم که مخالف حجاب هستیم، مخالف حجاب اسلامی هستیم. ما حجاب اسلامی رو نه تنها سمبول بلکه ابزار سرکوب و ستم بر زنان میبینیم. حجاب اسلامی یکی از ستونهای مهم سیستم آپارتاید جنسی هست که توسط جنبش اسلامی تلاش میشه تو کل منطقه پیاده بشه و جمهوری اسلامی تلاش کرده اون رو پیاده کنه ولی موفق نشده. علی‌رغم تمام سرکوب، سنگسار، شلاق، شکنجه، هنوز شما شاهد مقاومت بسیار وسیع از طرف به خصوص نسل جوان میبینید که در مقابل پیاده شدن تمام و کمال سیستم آپارتاید جنسی مقاومت میکنه. قطعا تحمیل حجاب محکومه. ببینید، بذارید من یه نکته رو بگم که اینجا فکر میکنم تفاوت موضع ما هست، جنبش ما و سازمان آزادی زن هست با برخی از جریاناتی که من به اونها میگم ملی اسلامی. ما قطعا با تحمیل حجاب مخالفیم، با حجاب اجباری مخالفیم، ولی اینطوری نیست که با حجاب موافقیم، فقط با حجاب اجباری مخالفیم. ما موزمون علیه حجاب اسلامیه، به شدت هم علیه حجاب اسلامیه. همونطور که گفتم از نظر ما حجاب سمبول و ابزار سرکوب زن هست و توی عصر کنونی که ما هستیم، بعد از اینکه 30 سال جمهوری اسلامی تو جامعه ایران حکومت کرده، طالبان و غیره، حجاب تبدیل شده به بیرق یک جنبش ارتجایی زنستیز به اسم اسلام سیاسی. و در این حال ما خواهان محدودیت هایی هستیم توی جامعه آزاد، محدودیت هایی هستیم بر پوشیدن حجاب که فکر من اخیراً به فارسی اخیراً مقاله نوشتم، ولی این مقاله در اصل به زبان انگلیسی نوشته شده و به زبان‌های مختلفی ترجمه شده و بعضی جا به عنوان سند رفرانس ازش استفاده می‌کنن که موضعمون رو در مقابل حجاب اعلام کردم. و به نظر من فرضاً حجاب برای کودکان باید ممنوع باشه، برقه باید ممنوع باشه. به این معنا نیست که، درسته آزادی مذهب و آزادی پوشش شما بهش اعتقاد داریم، ولی این رو کاملا توضیح دادیم که تو چه شرایطی باید بهش، تو چه شرایطی باید اجرا بشه. اگر بخواید میتونیم بیشتر در جزئیات راجبش صحبت بکنیم. ببینید، همونطور که گفتم حجاب برای ما روشنه که تو جامعه چه نقشی داره و سمبول چه هست و چه کار میکنه، ولی خب روشنه. این که من فکر میکنم حجاب سمبول و ابزار ستم کشی زنه و بیرق یک جنبش ارتجایی زن ستیزه، دلیل نمیشه که زنان بزرگسال که خودشون دلشون میخواد این سمبول بردگی رو بپوشن نتونن بپوشن. روشنه آزادی باید وجود داشته باشه. یه جمله وفا سلطان گفته که علی‌رغم که من باش اختلافات دارم سر مواضع سیاسیش، ولی این جملهش به نظر من خیلی جالبه. گفته شما میتونید هر سنگی رو بپرستید تا اون زمانی که این سنگ رو به طرف من پرتاب نکنید. ما هم کاملا طرفدار آزادی بدون قید و شرط بیان، اجتماعات، تحزب، عقیده هستیم، آزادی مذهب هستیم. نه و در، ولی باید یه چیزی رو توجه داشت. اینها رو باید کاملا، حتی وقتی شما تو هر کشوری قانون رو میذارید، اینها رو باید توضیح بدید. بعضی از این عرصه ها با هم تداخل پیدا میکنه، روی هم میفته. شما باید تصمیم بگیرید کدوم اولویت داره به کدوم. بذارید یکی یکی شروع کنم اگر اجازه بدید. در مورد حجاب کودکان، کودک به نظر ما، به نظر من مذهب نداره که شما بخواید از آزادی مذهبش صحبت بکنید.
اون مذهب پدر مادر و محیطی که بچه توش بزرگ میشه است که به بچه تحمیل میشه. در نتیجه اجازه بدید تا اونجایی که به کودک برمیگرده ما با مذهب همون رفتاری رو داشته باشیم که با مشروب خوردن، با سیگار کشیدن، با کار و با رابطه جنسی داریم. یعنی اگر کسی بخواد با یک کودکی رابطه جنسی برقرار کنه بهش میگن این پدوفیلیه و طرف رو مجازات میکنن. اگه کودکی رو مجبور کنن کار کنه این قابل مجازاته. اگه به کودکی تنبیه بدنی کنن این قابل مجازاته. کودک اجازه نداره سیگار بکشه، اجازه نداره مشروب بخوره. مذهب هم مثل همونه، مثل دخانیاته به نظر من. و در این رابطه کودک خودش مذهب نداره. پس اجازه بدید وقتی که به سن قانونی رسید، همون موقع که میتونه رأی بده، میتونه رانندگی کنه، میتونه مشروب بخوره، میتونه سیگار بکشه، میتونه رابطه جنسی برقرار کنه، همون موقع میتونه کار کنه، همون موقع بتونه حجاب رو هم انتخاب کنه اگر میخواد. حالا بعد تا اون زمان باید حجاب ممنوع باشه. دنیا تونسته در اثر مبارزات وسیع و گسترده کارگری سوسیالیستی، دفاع از حقوق انسانی، حقوق زنان، حقوق کودکان، الان به یه جایی رسیده که حتی سازمان ملل یک منشوری داره به عنوان منشور حقوق کودک که ظاهراً هر کی که عضو سازمان ملل باید اون رو امضا کنه و بسیاری امضا کردن منتها فرماله. در اونجا برای کودک به عنوان یک کلاسه معینی از جامعه، به عنوان یک قشر ضرب پذیر جامعه، یک حقوقی رو تعیین کرده و بعضا حتی پدر مادر رو از اینکه به اون حقوق تجاوز کنه ممانعت به وجود آورده. گذشته اون زمانی که کودک مثل احشام متعلق به مرد یا پدرش بود یا پدر بزرگش بود، مثل تو اسلام میتونن کودک رو پدر یا پدر بزرگ بکشن، احدی هم نمیتونه حرف بزنه، الان دیگه عصر دیگه ایه. و به این دلیل به نظر من حجاب برای دختر بچه ها مثل تنبیه جنسی، مثل تنبیه بدنی، مثل اجبارشون به کار کردن میمونه. همونطور که از حق کودک برای آموزش و پرورش دفاع میشه و کودک تحصیلش اجباریه و در بسیاری کشورها رایگان، حجاب هم باید تو همون مقولات بهش نگاه بشه. در چه از نظر من حجاب باید ممنوع باشه برای کودکان. ولی وقتی شما به سن حالا 16 است 18 است، هر سنی که تو اون جامعه به عنوان سن قانونی در نظر گرفته شده، اون وقت اجازه داشته بودید که حجاب سرتون بکنید. و تا اونجایی که به برقه مربوط میشه که اخیراً سر و صدای زیادی برانگیخته، ببینید برقه یعنی وقتی شما صورتتون رو میپوشونید، حجاب تو اشکال مختلف میاد، از یه روسری میاد که حتی بخشی از موهاتون پیداست تا یه چیزی که از سر تا تو پاتون رو میپوشونه، یا چیزی که مثل واقعا یک کیسه یه گونی میکشین سرتون، مثل کاری که فرزند طالبان میکنه با زنا، نقاب به همچنین. این درجات مختلف حجابه. آیا تمام درجاتش باید آزاد باشه؟ به نظر من نه. شما حقوق فرزند، کسی که شما صورتش رو نمیتونید ببینید هویت یعنی نداره، هویت انسانی رو به یه معنا ازش سلب کردید. وقت نگاه کنید ببینید چه از زاویه حقوق زن و چه از زاویه حقوق جامعه شما نمیتونید اجازه بدید که یک روح بدون هویت تو جامعه دورتون بچرخه. ببینید من اگر بخوام فرزن بچه‌مو ببرم بذارم مهد کودک، اگر ببینم خانمی که اونجا کار میکنه نقاب داره، بچه‌مو برمی‌دارم میارم، جرئت نمیکنم بذارم اونجا. نمیتونم بذارم بچه‌م با یه روح بی هویت صبح تا شب سر کار داشته باشه. همونطور نرس، همونطور دکتر، همونطور اداره برید بخواید کاری رو انجام بدید، همونطور وقتی میرید زمین بازی با بچه‌تون میبینید یک روحی اینجا میچرخه، صورتشو نمیتونید ببینید، چشاشو نمیتونید ببینید، باهاش نمیتونید یه رابطه انسانی با چشاش برقرار کنید، خب جرئت نمیکنید اونجا بمونید. این و به غیر از اون، از زاویه حقوق زن که نگاه کنید، برقه زن رو به یک روح بدون هویت تبدیل میکنه. شما نمیتونید اجازه بدید اینقدر بی حرمتی، اینقدر بی احترامی به حقوق زن به عنوان یک انسان انجام بگیره. به این دلایلی که گفتم، این خیلی فشرده است، من تو نوشتم مفصلتر توضیح دادم، باید برقه یا نقاب در اماکن عمومی ممنوع باشه.
من از بله یعنی همون قانون باید همون باشه، ولی حال اینکه قانون چطوری پیاده میشه اون یه وجوه دیگه شه که در مورد اون ممکنه جواب. الان بلژیک هم همین کاری کرده، ممنوع کرده، ممنوع باید باشه. و به نظر من اتفاقا تا اونجایی که من اطلاع دارم، من از تمام جزئیات اجرای قانون مطلع نیستم، مطالعه نکردم، ولی اینقدر رو میدونم که اگر زنی برقه یا نقاب داشته باشه، مثل این که یه مبلغی جریمش میکنن. الان مبلغ یادم نیست چقدر، ولی اگر روشن بشه که مردی اون زن رو مجبور کرده که برقه به سر کنه، مرد رو میندازن زندان. به نظر من این خیلی منطقی و معقول به نظر میرسه، ولی حالا من وارد جزئیات پیاده، وقتی شما میگین همون قانون یعنی تمام مجازات و همان باهاشه، من وارد اون تیکه مجازات و غیره نمیشم، چون اونا رو باید بررسی دقیقتری ازش به عمل آورد. منتها با نفس ممنوعیت برقه و نقاب در اماکن عمومی کاملا 100% موافقم. همون بودیم که مثلا فکر کنیم در جامعه فرانسه ما میبینیم که یک دولت وجود داره و این دولت میتونه تصمیم بگیره که هر کس که برقه داشته باشه یا چادر داشته باشه یا حجاب اسلامی مشخص که جریمه میشه و ممنوع هست. خب در جمهوری اسلامی هم یک دولتی وجود داره که اونم به خودش حق میده که درست برعکس اون عمل کنه. چگونه است که عملکرد دولت فرانسه رو میشه پذیرفت ولی عملکرد دولت جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دو دولت دارم مقایسه میکنم نه چیز دیگه نمیشه پذیرفت؟ ببینید، اولا دولت فرانسه چادر رو ممنوع نکرده، فقط برقع و نقاب رو ممنوع کرده، یعنی پوشوندن صورت رو ممنوع کرده. شما با چادر تو خیابون راه برید کارتون ندارن، ولی اگه صورتتون رو پوشونده باشید کار دارن. یه قانون دیگه هم تو سال 2004 فرانسه تصویب کرد که در همون مقطع من در دفاع از اون قانون نوشتم و منو دعوت کردن برای سخنرانی توی فرانسه و من رفتم و سخنرانی کردم اونجا در رابطه با همین مسئله حجاب که با استقبال زیادی هم روبرو شد. همونجا من ممنوعیت حجاب کودکان رو طرح کردم که تا حدودی جدید بود براشون، یا ممنوعیت مدارس مذهبی و غیر و ذالک، ولی حالا نمیخوام از مسئله دور بشم. اونجا قانونی که تصویب شد این بود که پوشیدن یا حمل هر نوع سمبل مذهبی که کاملا مشخصه توی ادارات و مؤسسه های دولتی ممنوعه، مثل مدارس، مثل ادارات دولتی. من با اون هم موافقم. اینجا دیگه مسئله فقط اسلام هم نیست. اگه یده میخوام بگن این اسلاموفوبیه، اسلام، حالا وارد اون بحثا نمیخوام، زیادی شلوغ نشه بحث، یعنی کلاهک مذهب یهود برای مردها و پسر بچه ها، یعنی صلیب، یعنی کلاه هندوها و سیکها و غیره، و همینطور حجاب برای زنان ممنوع کردن. به نظر من توی این کاملا عمل درستیه، به این خاطر که شما ببینید در این حالی که آزادی فردی رو به رسمیت میشناسید و من همونطور که گفتم طرفدار آزادی بدون قید و شرط بیان و تشکل و تحزب و عقیده و غیره هستم، شما توی جامعه زندگی میکنید، در نتیجه دولت سکولار یا لائیک خودش رو باید از مذهب جدا باشه، در نتیجه از هیچ مذهبی دفاع نمیکنه، کاملا خنثاست در مقابل مذاهب، میگه تو ادارات دولتی ما هیچ مذهبی رو تبلیغ نمیکنیم، صلیب شما، کلاهک، من اسمش یادم رفته چیه، کلاهک یهودی یا کلاهک سیک یا حجاب این خانوم، اینا همه تبلیغ یک مذهبه، در نتیجه باید ممنوع باشه. کاملا به نظر من این منطقی و پذیرفته شده است. شما همونطور که گفتم توی جامعه عرصه‌های مختلف حقوق اجتماعی، سیاسی، مدنی، اقتصادی دارید که بعضن اینها ممکنه رو با همدیگه تداخل پیدا کنه و باید مردم تصمیم بگیرن که کدوم بر کدوم ارجحیت داره، کدوم اولویت داره. روشنه وقتی مسئله حقوق کودک پیش میاد، حقوق کودک اولویت داره بر هر چیز دیگه. در نتیجه ببینید این دوتا یکی نیست، اینکه جمهوری اسلامی زن ستیز میاد و حجاب رو بر زن تحمیل میکنه با کاری که دولت فرانسه کرده. ببینید دولت فرانسه هم دولت دست راستیه، این رو به معنی دفاع از دولت فرانسه نبینید، منتها یه عرصه هایی هست که من نگاه میکنم میبینم تا اونجایی که به پیشرفت
جامعه، پیشرفت حقوق انسانی، حقوق زنان و حقوق کودک مربوط میشه، اینها قدم‌های مثبت به جلوست و به نظر من ممنوعیت برقه یا ممنوعیت حمل سمبل‌های مذهبی تو ادارات دولتی و مدارس دولتی یک دیگه از اونهاست. به نظر من تا اینجا دولت فرانسه به خاطر لایک بودن یا سکولار بودنش تونسته قدم‌های مثبتی به نسبت برای حقوق زن و حقوق کودک برداره. بحث سر این نیست که اون حجاب رو برداشت، این حجاب رو گذاشت، پس اینا یکیه. اینطوری نیست. این نیست. شما باید در نظر بگیرید که تحمیل حجاب بر زنان عملاً به معنی تحمیل یک زن ستیزی وسیع توی جامعه است. تازه دولت فرانسه بحثش از این نیست که شما حجاب یک زن بزرگسال نمیتونه سرش کنه. داره میگه که تو خیابون هر روخی میخوای باش، فقط صورتتو نمیتونی بپوشونی، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. کودک فرزند تو مدرسه نباید حجاب داشته باشه، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، و دلایل توضیح داده میشه. بعضن منظورم اصلا شما نیستید، ولی بعضن اسلامیست ها، کسانی که توی کشوری که خودشون در قدرت سهیم میشن با شلاق و شکنجه و سنگسار حجاب و غیره رو به زنها تحمیل میکنن، به جوامع غربی که میرسه میرن پناه میبرن به مسئله آزادی مذهب، آزادی پوشش و غیره. ببینید، آزادی مذهب به معنی اعتقاد به مذهبه، ولی به معنی انجام تمام وظایف مذهبی که تو کتابهای مذهبی گفته شده نیست. بذارید یه مثال بزنم، میدونم داره دور میشه، فقط میخوام عرصه رو بتونم باز کنم. ببینید، بر طبق اسلام مرد میتونه زنشو بزنه. اگر زنش به قول اونها سرکشی کنه، حرف گوش نکنه، میتونه بزندش. این امر اسلامه. ولی شما توی جامعه متمدن، یه جامعه که حقوق زن رو به رسمیت شناخته، اگر مردی زنش رو بزنه میبرنش دادگاه. شما میتونید بگید این آزادی مذهبی، میگن نه دیگه، نه، آزادی مذهب تو کله است. شما میتونی اعتقاد داشته باشی بر هر مذهبی که میخوای، میتونی دعا کنی، میتونی روزه بگیری، ولی نمیتونی بچه‌تو وادار کنی نماز بخونه، بچه‌تو وادار کنی روزه بگیره. نمیتونی بچه‌تو وادار کنی حجاب سرش کنه، نمیتونی زنتو بزنی. حتی زپ اسلامی تو بسیار از این کشورها ممنوعه. آیا غلطه این؟ یه آدم خیلی مسلمون دوست داره بزنه به وحشیانه ترین شکل یه گردن یه گاو و گوسفندو بزنه. تو این جوامع راه‌های بهتری پیدا کردن که درد بیشتری به حیوان داده بشه برای اینکه بتونن حیوانو بکشن. اینجا میگن زپ اسلامی باید باشه. یه اتفاق خیلی جالب بانمکی که چند سال پیش افتاده بود، تو یکی از گرونترین محلات لندن دیده بودن از یه خونه‌ای داره خون آب میاد بیرون. به پلیس خبر دادن، فکر کنم کسی رو کشتن، بعد رفت دادن این خونه سفیر جمهوری اسلامی داره گوسفند ذبح میکنه تو حیاتش. این باید آزاد باشه به نظر شما؟ به نظر من نه. در نتیجه باید توجه جانم دقیقاً، ولی آیا من به عنوان یه آیا جامعه، نه من، آیا جامعه باید اجازه بده که این گوشت حلال بخوره؟ میگه نه، این کار زپ اسلامی خشونت به حیوان ها. میدونم اصلا کشتن حیوان ها خشونته، ولی دیگه این بدترین شکلشه. در نتیجه اجازه نمیدیم که شما زپ اسلامی کنید، اجازه نمیدیم سر دخترت حجاب کنی، اجازه نمیدیم زنتو کتک بزنی، اجازه نمیدیم کودکتو مجبور کنی که خیلی کارا رو بکنه. در نتیجه بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. بله، اگه درست متوجه شده باشم، ایشون میگن که نگاه این که برقه سر زن میکنن به زن به معنی شی جنسی نگاه میکنه، جامعه غربی هم با این لباسای به اصطلاح که درست میکنه همین کارو میکنه، درسته؟ اوکی. ببینید
قطع بحث و وقتی میبرید توی اون بود، خب میتونه باشه، من راستشو بخواین نمیدونم این چه ربطی به اون داره. ما داریم اینجا راجع به ممنوعیت برقه صحبت میکنیم، راجع به ممنوعیت حجاب برای کودکان صحبت میکنیم، برای اینکه نه فقط به عنوان یه ببخشید شی جنسی به زن نگاه میکنه، بلکه به عنوان یه حیوان به زن نگاه میکنه. ببخشید توی این جامعه هم روشنه، جامعه سرمایه‌داریه، هزار جور عیب و ایراد داره، جنبش حقوق زن داره اینجا مبارزه میکنه، علیه خیلی چیزام داره مبارزه میکنه. مبارزه علیه اون دلیل نمیشه که مبارزه علیه اینو نفی کنه. ولی میبخشیدا، من نمیگم ایشون منظورشون اینه، ولی من شخصا خیلی جاها با این سوال روبرو شدم. به محض اینکه شما حجاب رو نقد میکنید، میگید حجاب مثلا سمبل و ابزار بردگی زنه و من مخالفشم و علیهش مبارزه میکنم. من علیه حجاب مبارزه میکنم، ولی این به معنی نیست که میگم برای زن بزرگسال باید حجاب ممنوع باشه، اینو نمیگم. ولی من به عنوان یک انسانی که خودم رو طرفدار آزادی کامل زن و برابری زن و مرد میدونم، نظرم رو همه جا در مورد نقش حجاب تو زندگی جامعه و زن اعلام میکنم. این حقمه و اعلام میکنم. و حالا اگه کسی از من بپرسه شما از این صنعت مد و چی میگین، میگم صنعت مدم یه چیزی هست که میخواد جیب مردم رو خالی کنه، داره بازار درست میکنه، ولی خب من اونو ممنوع کنم؟ منظور چی از این بحث؟ به کجا میخوایم برسیم موازی قرار دادن این دوتا مقوله رو با هم؟ خیلی چیزا تو جامعه سرمایه‌داری هست که من بهش نقد دارم. بعضیاشو فکر میکنم باید ممنوع کرد، براش مبارزه میکنم. بعضیا رو فکر میکنم که خب وقتی جامعه سرمایه‌داری رو وقتی تونستیم بر بیاندازیم، همه اینا از بین میره، روشن از بین میره. در نتیجه من فقط بحثم در مورد این نیست که با حجاب یا با لباس لختی به زن به عنوان شی جنسی نگاه میشه. بحث من سر حقوق زن، آزادی زن و احترام به استقلال و حقوق زن هست. در اینجا داریم صحبت میکنیم. الو، بله. ببینید هر کسی باید با اون چیزی که فکر میکنه نادرسته یا بیحرمتیه باید مبارزه کنه. مبارزات در وجوه مختلف و عرصه های مختلف میره جلو. با اون شما یه مبارزه فرهنگی میکنید، یه جا میرسه که فکر میکنید باید اینو الان به قانون تبدیل کنید. ببینید من میگم بار دهم، من با حجاب مخالفم. من فکر میکنم حجاب یکی از بزرگترین تحقیرهاست به شخصیت و حرمت زن. ولی معتقد نیستم که حجاب برای زن 20 ساله باید ممنوع باشه. اگه خودش میخواد سرش کنه، خب خودش میخواد سرش کنه، باید آزادیه، باید بتونه سرش کنه. من اونجا به قول شما مبارزه فرهنگی میکنم، میرم علیه مذهب و علیه حجاب تبلیغمو میکنم. اگر اون خانم تبلیغات منو قانعش کرد و قبول کرد، لابد حجابو برمیداره. اگر نه، حجاب میذاره سرش، حقشه. ولی دارم میگم حجاب کودکان باید ممنوع بشه. حتما اونجایی که روشن بشه یک حرکت های پدر مادر در رابطه با کودک داره حقوق کودک رو میبره زیر سوال، باید ممنوع بشه. ولی این اول باید ثابت بشه. من و شما الان تو رادیو نمیتونیم بر مبنای یه چیز خیلی غیر مشخص با هم به یه توافق برسیم. تمام بحث بر سر اینه که حقوق کودک باید کاملا حفظ و ضمانت بشه و حجاب به نظر من یکی از تجاوزات بسیار اساسی و مهم به زندگی دختر بچه هاست. اونها رو از یک زندگی شاد،
نرمال محروم میکنه، اونا رو از اینکه بتونن توی جامعه انتگره بشن ممنوع میکنه، مانعت به عمل میاره. از همون کودکی یک مهری میزنه تو پیشونیشون که تو دختری، تو پسری، تو باید این کارو بکنی، تو باید اون کارو بکنی، و آپارتاید جنسی رو تو جامعه در واقع تثبیت میکنه. این تا اونجا که به دختر بچه برمیگرده. در مورد برقه در اماکن عمومی هم صحبت کردیم، ولی همونطور که گفتم در مورد حجاب یه زن بزرگسال 20 ساله، 19 ساله، 30 ساله، 40 ساله که داره تو خیابون حجاب داره، من میتونم فوقش با این خانم بحث بکنم، کار دیگه نمیتونم بکنم. به نظرم باید عرصه ها رو شناخت، قاطی نکرد، ببینیم کجا به قانون برمیگرده، کجا به تبلیغ برمیگرده، کجا به حقوق برمیگرده. یه راه این که تمام این مسائل حل بشه از نظر من اینکه ما با جامعه سرمایه‌داری مبارزه کنیم. سرمایه‌داری که همه چو به چشم کالا نگاه میکنه از بین ببریم، کار مزدی رو از بین ببریم، سوسیالیسم بیاریم، دیگه هیچ کدوم از این مشکلات رو نداریم. ولی تا اون روز باید تو این عرصه ها مبارزاتمون ببریم جلو. حجاب بر سر خانم ها بکنن، در این حال این حجاب تنها پوششی نیستش که جسم زن رو از دید جامعه دور نگه میداره، بلکه به نوعی موجب میشه که در نهایت خود وجود زن هم از عرصه های اجتماعی محو بشه. این گونه نیست؟ دقیقا آقای رحیمی. ببینید، این همون آپارتاید جنسی که داریم راجبش صحبت میکنیم. ببینید، اسلام یه اصلا اندرونی بیرونی که گفته، محرم نامحرمی که گفته، اساس و پایه یک آپارتاید جنسی تو جامعه است. خب ما اون موقع شاید به این شکل به قضیه نگاه نمی کردیم، ولی وقتی که میایم وسیع‌تر جلوتر نگاه میکنیم، به خصوص میبینیم توی عصر، تو قرن 21، توی کشورایی یه چیزایی هست به اسم رژیم اسلامی و داره همین الان به زور سنگسار و شلاق و چوب و چماق و کهریزک و تجاوز اینا رو پیاده میکنه، قشنگ میبینیم که نقش این آپارتاید جنسی چی هست. ما الان 20 ساله داریم برای این مبارزه میکنیم که سیستم آپارتاید جنسی مثل آپارتاید نژادی، ارتجاعی، ضد بشری به رسمیت شناخته بشه از طرف تمام مراجع بین المللی و تمام جامعه انسانی. آپارتاید جنسی رو ما باید همونطور بهش نگاه کنیم که آپارتاید نژادی رو بهش نگاه میکردیم. دهه ها مبارزه شد تو آفریقای جنوبی و تو سطح جهانی انسان های آزادی خواه و برابری طلب مبارزه کردن تا تونستن آپارتاید نژادی رو تو آفریقای جنوبی بر بیاندازن. این لکه ننگ بشریت رو بر بیاندازن که یه نژادی رو از یه نژاد دیگه پایین تر میدید و به اینا رو از همدیگه جدا کرده بود. آپارتاید جنسی دقیقا همینه. و حجاب همونطور که شما هم گفتید دقیقاً ابزاری هست برای اینکه این آپارتاید جنسی رو پیاده بکنه. زن رو میبره زیر یه نظر من زنی که از بالا تا پایین چادر سرش میکنه مثل یه روحه. حالا دیگه برغم بکشین دیگه بدتره. هویت نداره، حرمت نداره، انسان نیست، متعلق به یه اربابه که اونم یه مرده، حالا شوهرشه، برادرشه، پدرشه، پدربزرگشه، هر کی که هست. بالاخره این زن یک دنبالچه یه مرده تو جامعه و فقط به صرف اینکه متعلق به یه مرده هویت پیدا میکنه و یه نیمچه حقوقی پیدا میکنه. حجاب یکی از ابزار پیاده کردن همینه. و در ضمن حجاب فقط زن رو بی حقوق نمیکنه، مرد رو هم بی حرمت میکنه، جامعه رو به عقب میکشه، جامعه رو به عصر قرون وسطی میکشه، جامعه رو بی حقوق میکنه. تو جامعه که آپارتاید جنسی هست هیچکی حق و حرمت نداره. نمونش همین رژیم اسلامی، نمونش عربستان سعودی، نمونش شیخ نشینا، نمونش دبی، نمونش خیلی جاهای دیگه که ما داریم میبینیم. در ببینید دقیقاً خود رژیم اسلامی هم خوب این مسئله رو میشناسه. اگه توجه کرده باشی تو این 30 چند سال اخیر هر وقت جمهوری اسلامی خواسته جامعه رو سرکوب کنه، جامعه رو مختنخ کنه، قبل از اینکه بتونه حجاب اختناق رو جامعه محکم کنه، حجاب رو سر زنا رو محکم کرده. اول به حقوق زنا حمله کرده، مسئله حجاب رو سنگین کرده و از طریق اون و به دنبال اون سرکوب رو گسترش داده. این رو از روز اولی که اومد سر کار انجام داده. هنوزم وقتی میدونه جامعه ملتهبه و حقوقش رو میخواد چیکار میکنه؟ میگه تو قم باید چادر سرت کنی، دانشگاه آپارتاید جنسی رو محکم میکنه، کلاسای دختر پسر رو جدا میکنه، حجاب رو سنگین میکنه. برای جمهوری اسلامی و تمام این اسلام سیاسی حجاب
نه تنها بیرقشونه، بلکه یک ابزار سرکوب زنان و سرکوب جامعه است، عقب بردن جامعه است، بی‌حقوق کردن جامعه است. حجاب الان تو این عصر بعد از 30 سال 40 سال حاکمیت اسلام سیاسی تو دنیا دیگه همون معنایی رو نداره که زمان پیغمبر داشت. باید معنای امروزیش رو هم دید، جایگاه امروزیش هم دید و تحلیل کرد، اون وقت به سراغ قضیه رفت. وحشیانه به چند پرشتب که نام یک زن مبارز با هم برخود داره تعدادی از خانمه ها هم به شهادت رسیدن. این یک تجاوز آشکار به حریم شهروندانی بود که به هر حال طبق قوانین بین المللی پناهنده آن هم از نوع سیاسیش بودن. شما و سازمان شما در زمینه احقاق حقوق آنان چه اقدامی کردید و اصولا نظرتون در این باره چیست؟ من ضمن اینکه رئیس سازمان آزادی زنم، عضو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری هم هستم. حزب اتحاد کمونیسم کارگری بلافاصله یک اطلاعیه داد و این عمل رو محکوم کرد و مماشات دولت عراق با رژیم اسلامی و همچنین آمریکا با رژیم اسلامی رو محکوم کرد. ببینید، این حق اونهاست، به عنوان پناهنده یا به عنوان شهروند دارن تو اونجا زندگی میکنن و هر نوع تعرضی به زندگی اونها، به خصوص به این خشونت وحشیانه، از نظر ما کاملا محکومه. ببینید، ما سازمانی نیستیم، حزبی نیستیم و هیچ وقت نبودیم که به خاطر مخالفت‌های سیاسی روی انسانیت و روی پرنسیپ‌های مهممون پا بگذاریم. ما همیشه علارغم اینکه اختلاف سیاسی خودمون رو با سازمان مجاهدین داشتیم، از همون روز اولی که فرضاً توی جامعه غربی انگلیس و آمریکا سازمان مجاهدین رو به عنوان تروریست به رسمیت شناختن، ما اونو محکوم کردیم و گفتیم مماشات دولت‌های غربی با رژیم اسلامیه و تا به امروز هر نوع حرکت اینچنینی یا به خصوص حمله ضد انسانی به کسانی که تو کمپ اشرف هستن رو همیشه محکوم کردیم و باز هم محکوم خواهیم کرد. خانم ماجدی، شاید تا 5 دقیقه دیگه بیشتر از وقتون باقی نمونده باشه، اجازه بدید سطحی هم در مورد وقایع روز جهان و منطقه با هم صحبت کنیم. آخرین خبرها و در رأس همه اونها خبر کشته شدن اسامه بن لادن به دست نیروهای آمریکایی، اون هم در نزدیکی پایتخت پاکستان، کشوری که تاکنون میلیون‌ها دلار از آمریکا برای مبارزه با تروریسم دریافت کرده. نظرتون درباره این خبر و ببینه خبر دفن اون در اعماق دریا از ترس تبدیل نشدن مزار او به عبادتگاه طرفداران چیه؟ ببینید، من فکر میکنم که دنیا بدون چنین انسانهای جنایتکاری، بدون چنین جانیانی که یکی از کاراش طراحی و نقش داشتن تو طراحی یه فاجعه عظیم بوده، اونم برج‌های دوقلو در نیویورک تو سپتامبر 11 سپتامبر 2001، این یک فاجعه وحشتناک تروریستیه. دنیا بدون چنین آدمهایی بسیار جای امتریه، ولی پشت این دارن مسائل سیاسی زیادی رو به جلو میبرن و اونجاست که ما باید چشم بدوزیم و نگاه کنیم. یکی اینه که یکی میگه تروریسم تشدید میشه، یکی میگه تروریسم کم میشه. به نظر من فرقی نخواهد کرد. ممکنه کوتاه مدت چند تا عملیات ایزایی تروریستی از طرف سازمان القاعده برای انتقام گیری انجام بگیره، ولی در تحلیل نهایی بن لادن اون ربط به این که بتونه مبارزه دوتا قطب تروریستی رو کم بکنه یا زیاد بکنه نداره. ببینید، ما قائل هستیم به این که این طرف تروریسم اسلامیه، که رژیم اسلامی یکی از اساس و پایه هاش و یکی از سردسته ها و رهبراشه، القاعده هم جزشه. این طرف هم تروریسم دولتیه که دولت آمریکا در رأسشه، اسرائیل یه بخششه، دول غربی هم به همچنین. این دوتا قطب تروریستی دارن با هم می جنگن و اون زیر دست و پا مردم همه دنیا، چه منطقه و چه توی غرب، دارن زیر دست و پا له میشن و به بهانه این جنگ تروریستی هر دو طرف حقوق مردم رو کاهش دادن، حقوق مدنیشون و حقوق فردیشون و آزادی های مدنی رو از بین بردن، جامعه رو پلیسی کردن و این جنگ داره به هر دو طرف کمک میکنه. رفتن
بن لادن، این نه این جنگ رو به نظر من نه تشدید میکنه نه کاهش میده، این ادامه پیدا میکنه. جنگ دو تا قطب تا اونجا که به تروریسم اسلامی برمیگرده یه ریشه مادی خیلی روشن داره. یکی مسئله فلسطینه که تاکنون اسلامیست ها تونستن از این زخم قدیمی که چرکین شده استفاده کنن به نفع شکلگیری خودشون و رشد خودشون، در حالی که هیچ ربطی به اون ندارن. جمهوری اسلامی یک قطب اصلی دیگه شه. برای اینکه تروریسم اسلامی از بین بره، ما احتیاج داریم که یک مسئله فلسطین رو حل کنیم به شکل عادلانه، به شکل تشکیل دو دولت مستقل و متساوی الحقوق. دو، جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. بن لادن ربط آنچنانی به این مسئله نداره به نظر من. در این حال الان تروریسم دولتی شروع کرده، به خصوص تو آمریکا، یک جینگویزم و یک مبارزه ناسیونالیستی شدیدی رو راه انداختن و این هم یکی از نتایجی هست که به ضرر آزادی خواهی، به ضرر انسانیت، به ضرر یک جامعه آزاد و برابره. باید در مقابل این هم ایستاد. به نظر من خیلی کوتاه بگم، وقت زیادی گفتید نیست، بن لادن، گفتم بدون بن لادن ها، نه فقط بن لادن، بدون بن لادن ها دنیا امتره. کاش میتونستیم از شر تمام بن لادن ها، از خامنه ای گرفته تا بوش گرفته تا تمام اینا خلاص شیم. ولی تا اونجایی که به تروریسم مربوطه، تروریسم با وجود یا بی وجود بن لادن تغییر آنچنانی در شدت و ضعفش نخواهد کرد. ما باید پایش رو از بین ببریم، یعنی مسئله فلسطین رو حل کنیم و جمهوری اسلامی رو به زیر بکشیم و در این حال در مقابل تبلیغات بسیار ناسیونالیستی تروریسم دولتی بایستیم. و یک نکته دیگه، عدالت. یعنی چی عدالت؟ اگر قرار بود عدالت برقرار بشه، نه فقط بن لادن باید محاکمه میشد، بلکه بوش و بلر هم باید محاکمه میشدن. بلکه به تاریخ نگاه کنید، از هر دو تا قطب ما باید محاکمه کنیم و به جرم جنایت علیه بشریت. این عدالت به شکل مسخ شده ای هست که تروریسم دولتی داره به ما غالب میکنه. ببینید، جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه تو این وسط برای خودش یه چیزی رو تو کیسه بریزه. بحث بر سر اینه که اصلا دیدن این جنگ تروریست ها، تمرکزش رو بن لادن، کاریه که اون موقع قطب تروریستی به رهبری جورج بوش میخواست بکنه و جمهوری اسلامی از این طرف داشت ازش بهره میبرد. این نیست، به طور واقعی نیست. اینها همه تلاش هایی هست برای اینکه بشه دنیا رو عقب کشید، دنیا رو بی حقوق کرد، مردم رو بی حقوق کرد تا اینا بتونن سر کار بمونن. بس بیشتر سر اینه. در نتیجه میگفتم بن لادن کاملا ربطی نداره. بن لادن رفت، بن لادن میموند، وضعی تغییر نمیداد. الان ممکنه مثلا به نفع اوباما بشه، میگن رای بیاره، خیلی خوب، ممکنه تو اون جهت یه نفع کوچک کوتاه مدتی برای فرزن یه جناحی از بورژوازی آمریکا یا هیئت حاکمه آمریکا داشته باشه و خب مردم هم خوشحالن که یک آدم جنایتکار کثیفی مثل بن لادن دیگه نیست تو جامعه. ولی تا زمانی که شرایط این چنین باقی میمونه، تا زمانی که سرمایه و نفت پرستی سرمایه توی جامعه حاکمه، تا زمانی که میلیاردها انسان زیر دست و پای سرمایه و این دو تا قطب تروریستی دارن دست و پا میزنن، هزاران بن لادن دیگه متولد میشن، به وجود میان و به جون انسان ها میفتن. بحث بر سر زدن ریشه تروریسم هست و ریشه تروریسم در کشتن بن لادن یا از بین بردن القاعده نیست. بسیار بسیار سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه امروز و با امید گفتگو در آینده. خیلی متشکرم آقای رحیمی از فرصتی که در اختیارم گذاشتین. روز شما و شنوندگان عزیزتون خوش. خیلی ممنون.